بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى عترته الطاهرين واللأن الدائم على عدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم دین آمین یا رب العالمین و اما بعد بحثی رو که مشغول شدیم بحث از تحت عنوان عوامل تضعیف دین برای که اهمیت بحث رو مطرح بکنم که این بحث از نظر معرفتی در چه جایگاهیه ارز کردم که خداوند علی علا در سوره مبارکه قافر آیه شست بیان مبارکشون این است ادعونی از تجب لکن همه چیزتون رو هم من بخوای اجابت میکنم و در سوره مبارکه ابراهیم آیه سی و چهار میفرماید هرچی هم خواست بهتون دادم و من کل ما سلطمو و عطا کرد عطایتان کرد از هر چی که درخواست کرد این آیه یعنی که اجابت دعا دیر و زود دارد اما سخت و سوز قطعیه این قطعیه دیر و زود داره وظیفه من و شما همین است که اگر ما خواسته ای رو از حضرت حق مطالبه کردیم شد به ما میگن از دعا مخل عبادت دعا بندگی محضه یعنی دعا باید یک رابطه ای و پیوندی رو با خدا برای ما برقرار کنه در مرحله اجابتش شما دعا میکنید یا حضرت حق سریعا اجابت می کند شما شاکرید یا با تأخیر اجابت می کند شما صابرید و یا اصلا اجابت نمی کند شما تسلیم اگر در مسئله دعا در ناحیه اجابتش یکی از این سهالت رو داشتید بدانید پیوند شما با حضرت حق ها، حفظ شده میفرماید ما میدیم خب این آیا امید بخش خیلی هم امید بخش یعنی کسی در خواستن نباید ناامید بشه زمان باید داشته باشه اما خدایی گفته هر چیزی را از من بخواهید هر چرا خواستید میدم چیه تعلیم به ما میده چی هم من بخوام در سوره مبارکه هم میفرماید آ آه اهدن از سراط المستقیم هدایت به سرات مستقیم رو از من بخوام این معلوم می شود که مهمترین و ضروری ترین خواسته است چرا؟ چون خدا به ما میگه بخوان این اینو بخواین هرچند ما هیچ وقت حرف خدا رو گوش نمی کنیم اینم روش و اگر هم در نماز بیخانیم وردمان است. نیست ده بار یه چیز رو از خدا میخوام شما وقتی بخوای بگی یه چیزی مهمه به طرف بگید که صد بار به نگفتم شما یه چیزی رو وقتی ده بار در یک شبان روز تکرار بکنید، این خیلی اهمیت داره. اهدن از سرات المستقیم. خدایا ما را به سرات مستقیم هدایت کنید. خب، آنگاه از بین معانی که برای سرات مستقیم در قرآن بیان شده، ما این معنا رو انتخاب کردیم که در سوره مبارکه انعام آیه 161 بیان کرده قول پیغمبر ما بگو اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم پروردگار من مرا به سرات مستقیم هدایت کرده این صراط مستقیم تفسیرش چیه دینا قیاما دینه قیم حالا ببینیم این دین قیم چه معنایی داره پس در واقع اهدن از مستقیم المستقیم یعنی خدایا ما را به دین قیم هدایت کن این مهمه، هدایت به دین از لسان قرآن کریم هم هست یه نکته ای رو خدمتون عرض کنم بحث رو ادامه بدم با اونی که سرات مستقیم بر مبنای قرآن دین قیام اما بر مبنای روایات سرات مستقیم را اینجور امیر المؤمنین بیان می کند قال علی علیه السلام انا سرات الله المستقیم خود من اون سرات مستقیم شما میخواهید هم من هستم در حدیث دیگری از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام بیان مبارکشون این است والله نحن سراط المستقیم به خدا سوگن مستقیم المستقیم این کلام در بیان مبارک رسول اکرم هم هست در ضمن خطبه قدیر قوم وقتی مردم رو جمع کردن بیان کردن فرمودن معاشر الناس انا سرات المستقیم من سرات مستقیم هستم انا سرات الله المستقیم من سرات مستقیم خدا هستم الذی امرکم به اتباعه اون سراتی که خداوند به شما تبعیت از آن را امر کرد ثم علی من بعد بعد از من سرات علی است ثم ولی سپس فرزندان من منتها من صلبهی از صلب علی ابن ابی صالح ائمت یهدون بالحق امامانی که به حق شما را هدایت میکنند و بهی یعدلون و واسطه اونها ادالت گسترده می شود ثم قرعه سپس سوره حمد رو تلاوت کردن در خطبه قدیر خوب آنگاه فرمودن فی نزلت سوره هم در باب من است و فی هم نزلت در باب امامان در واقع وسیق و خلفای من نازل شده است یه عبارت در آخرش که می فرماید الا ان اعداء علی بدانید دشمنای علی ابن ابی طالب هم اهل الشقاق و نفاق و لهادون و هم العادون و اخوان الشیاطین مراقب باشید که با شیطان برادری نکنید دوستی با دشمنان اهل بیت برادری با شیطان است حواستون دو جمعش. خب در روایات فرمودن سرات مستقیم ما هستیم به چه معنای سرات و مستقیم اهل بیت هستن این رو در یک جایی در همین بحثای خودمون مطرحش میکنیم شما هم اینجا دارید میبینید که اهل بیت دین هستن السلام علیکم ایه دین نل قوین دین شما این رو ما مفصلا در یک مقطعی بهش خواهیم رسید ارشان اما عرض کردم که در بین معانی قرآنی سرات مستقیم ما با دین قیم سر و کار داریم ما از خدا می که خدای ما را به این دین هدایت کن که این سرات مستقیمه. هدایت به سرات مستقیم بسیار مهمه مهمه اهمیتش از کجاست؟ به خاطر این است که هدایت به سرات مستقیم هدایت ویژه است هدایت خاصه خدا دو نوع هدایت داره یه هدایت عام همگان در این مسیر هدایت هستن در سوره مبارکه بقره آیه 185 شهر رمضان الذي انزل فیه القران ماه مبارک رمضان ماهی که درش نازل شده از قرآن هدن للناس ماه هدایتگر لن برای همه مردم این هدایت عمومی به کسی اختصاص نداره اما سرات مستقیم و هدایت به سرات مستقیم هدایت ویژه است خاصه در سوره مبارکه بقره آیه 213 والله یهدی من یشاء الی صراط هر کیو که بخواد به این راه میاره نه همه به این راه پس خاصه اما ویژه هم هست چرا در سوره مبارکه فتح آیه دو و یتم نعمته علیک تا اینکه تمام کرده باشد نعمت را بر تو ای پیغمبر ما تا اینکه تمام کرده باشد نعمت را بر تو ای رسول گرامی و یهدی که مستقیم و هدایت کند تو را به سرات مستقیم پس ویژه هست همگان نیستند یا الاسرات المستقیم خدا ویژه است چون پیغمبرش رو به هدایت کرد این اهمیت اهدن از المستقیم است چون هدایت عمومی نیست هدایت ویژه و خاص دین قیم یک واژه ترکیبی از دین و قیم ببینیم این دوتا هر لفظش به چه معناییه تعریف دی تعریفی که ما از دین ارائه میدیم به تعریف مفهومی ماهوی نیست یعنی از جنس و فصلش صحبت نمی چون تشخیص جنس و فصل دین بسیار کار سختیه بنابراین تعریف ما تعریف ماهوی نیست و تعریف مفهومی میتونیم این تعریف رو ارائه بدیم بگیم دین چیه دین مجموعه عقاعد مقررات و قوانین مقررات و قوانین که ناظره بر بینش انسان گرایش و تمایلات انسان و کنش انسان رفتارهای انسان عقاید مقررات و قوانین که ناظره به تفکر تفکر انسان گرایش تمایلات انسان و کنش رفتارهای انسان که این مجموعه از ناحیه خداوند به واسطه رسول اکرم برای اداره فرد و جامعه به قصد رسیدن به سعادت و تکامل یعنی اگر انسان بینشش گرایشش و کنشش تماماً تحت تعالیم الهی قرار گرفت پیش انسان چی آقا؟ سعادتمند جامعه ای که از این انسان های سعادتمند تشکیل بشود میشه و جامعه ای چی آقا؟ سعادتمند و به کمال رسیده دید آمده به من و شما میگه چگونه فکر کن به چه چیزی تمایل داشته باش چگونه عمل کن تو طول زندگیت ببین که هر سه تاشو داری یا یکیشرو داری شما که میگید من متدینم یعنی فکرتم هم همونیست که خدا فرموده من متدینم گرایشتم همونیست که خدا فرموده من متدینم رفتارتم همونوست که خدا فرموده اگه این سه تا بود میشید دید پس دین مجموعه ای از تعالیم است که بینش انسان رو میسازه بینش انسان رو به سازه چیکار میکنه میشه یا موحد یا چی؟ مشرک این دوتا این با این دوتا این با یا گرایش انسان رو میسازه گرایش انسان رو به سازه دوتا این با دیگه درست میشه میشه چی؟ آخرت طلب و جهان دنیا طلب این هم شد چند تا انوان؟ بله دوت و کنش شما رو میسازه کنش شما رو بسازد سازت سه تا من درست میکنه یا مؤمن میشه یا منافق میشه یا چی؟ کافر تمام قرآن راجب این هفته واجه است اگه آیه بیشتر از این پیدا کردی سلام برم برسون قرآن یا راجب آخرت و دنیا صحبت میکنه گرایشات ماست یا راجب موحد و مشرک صحبت میکنه چی آقا؟ بینش ماست یا چی صحبت میکنه؟ یه عده منافق هم. یه عده کافر هم. یه عده رفتار ماست حالا فهمیدیم که تقریبا چه رابطه ای با دین داریم اگه یه کسی باشه که در کنش مؤمن باشه در گرایش آخر طلب باشه و در بینش موحد باشه این میشه فوز عظیم میشه رستگاری میشه سعادت همه چی تو قرآن هست منتها ما نمیدونم دیگه دنبال چی هستیم آقا قرآن هفت خصوصیت ما میخواد ما همه هفته رو پیدا کنیم مؤمن بشیم که کنشمون درسته موحد بشیم که بینشمون درسته و آخرت طلب بشیم که گرایشمون درسته اگه این ستا را درست کردیم میشه آدم متدین تمام سخت بود یا آسان بود باید علمی جواب بدیم شنیدنش که آسان شهیدانش آسان تو زحمت من کشیدم دیگه اما عملش سخته سخته این همون چیزیست که ما هم میگیم آقا کلاتو رو بر ندارن بهت نگن دینداری آسونه هر کی بهت گفته دینداری آسونه کلاتو رو داره برمیدن نیست والله آسون حالا می‌رسیم به یه جایی که میگم آسان میشه میدونی چرا آسان نیست برای که ما تو مسیر نیستیم ما توهم بودن تو مسیر رو داریم به ما میگن جامعه ایران جامعه اسلامیه شما بهترم من میدونی که هست یا نیست واقعا جامعه اسلامی باید توش فقر باشه جامعه اسلامی که توش فقره یعنی پول دارا وظیفهشون رو انجام ندادن یعنی چی وظیفهشون انجام ندادن؟ یعنی در انتخاب آخرت طلبی و دنیا طلبی هنوز چیه؟ بله؟ مشکل دارن گرچه میگن اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله و علیون ولی الله در بینش که درست دارم میگن که کجاشون مشکل داره گرایششون خب هیچ کس نگفته که این سه تا مهم هستن این سه تا با هم دیگه مسلمون میسازه برای نماز خون خیلی دیگه. از نظر تعداد جمعیت حالا آماری که میگن میگن مثلا ما 16 همی کشور جهانیم حالا 20 همی کشور جهان که با هم نشه ولی از آمار طلاق میگن چند رو کشوری؟ تناسب بین بیستومین از در جمعیت و پنجمین از حیث طلاق مقبوز ترین عمل نزد خدا من چیه؟ آبی جامعه که نماز که میخوره که کجاش مشکل داره؟ چی جامعه مشکل داره که طلاق اینقدر راحت واقع میشه خیلی راحت دیگه میتونی راجع به زندگی خودت تحلیل بکنی من اینا نگفتم که شما زندگی مردم تحلیل کنی زندگی خوده تو از نظر بینش کجایی از نظر گرایش کجایی و از نظر چی کنش کجایی دیگه خیلی راجع می صحبت نکنم این معنای دین اگه هفت تا مفهوم در ما ایجاد شد ما میشیم چی ها بله متدعیه یک یا بالاخره البته هر هفتاش که نه موحد باشی در بینش آخرت طلب باشی در گرایش و مؤمن باشی در چی؟ بله کنش ای ستایی با رجیب یه هفته اطلاعات داشته باشی این هفته واژه هفته واژه مهم و کلیدی زندگی بشره دین اما قیام قیام چیه قیام مخفف قیامه به معنای ایستادگی قیام سیره مبالغه است یعنی خیلی مقاومت وقتی میخوان بگن که یک کسی مثلا زیدی یه حسب آهایی هست به نام آهای زید این خیلی عادله خیلی عدالت درش وجود داره در ادبیات عرب تعبیر میکنم به زیدون عدلون نمیگن زیدون عادلون وقتی میگن زیدون عدلون یعنی این خیلی عدالت داره وقتی میگن دینن قیما قیام مخفف به قیام است و قیام سیغه مبالغه است وقتی سیغه مبالغه شد یعنی چی؟ یعنی دین خیلی ایستادگی میخواد پس دین تبعیت از دین نیست تدین تبعیت از دین همراه با چی آقا بله من سه تا آیه بخونم برام بجی که یه دونه بخونم در خانه میگن اگر کسی هست یک حرف بس است اما من با حفظ موضوع که کسی هست ستو میگم تا حرف تو میگم در سوره مبارکه جن آیه 16 و علم استقام و علت طریقه اگر جن و انس بر راه خدا پایداری کنن استقامت کنن یعنی بر دینداری کار بکن آقا بله استقامت لا اسغایناهم ما ان قدقا از نعمت فراوان و پرخیری بهره من میشن استقامت نتویت دینداری تبعیت نمیخواد چی میخواد آقا؟ استقامت میخواد یا آی. دوم برای جن و انسم گفت آیه رو آیه دوم در سوره مبارکه احقاف آیه سیزده ان الازینه قالو ربون الله کسانی که گفتند پروردگار ما الله هست کسانی که گفتن پروردگار ما الله هست چون پروردگار الله باشد ربوبیت رو همه به الله نمیزنن هر کسی به یه چیزی میزنه رضا تو آیات میگن رب بکن پروردگار شما هر کی هست اما میگه آقا اونایی که پروردگارشون کیه؟ الله هست کسان این که این چنین گفتن سمس حقام سپس چیکار کردن استقامت کردن یعنی کار سخت میشه کار سخت میشه سمس استقام فلا خوف علیه اینا بیمی بهشون نیست ولا هم یحزنون اندوه گیرم نمیشن چنان فهمه توجوه سبن در سوره مبارکه فصلت آیه 3 این الذين قالوا ربنا الله بی تردید کسانی که, که گفتند پروردگار ما یعنی ربوبیتشون رو برگردوندن به الله گفتن رب ما الله هست سمستقامو سپس در این ادعا و در این شعار مقاومت کردن تتنظر علیهم الملائکه ملائکه آسمون برشون نازل میشه یعنی اینا ارتباط با عالم ملکوت پیدا میکنن نمیگه نماز خونا نمیگه روز گیرا میگه آقا کسانی که گفتن پروردگار ما الله هست یک ثم استقامو سپس استقامت کردن <applause> یعنی اینا تو بینششون موحد بودن تو گرایششون خدا تر آخرت طلب بودن تو کنششون چی میشن مؤمن اینا این سه اینا با چرت ارتباط برقرار میکنن کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و از خداوند ملکوت و قیب آسمان و زمین رو بهشون نشون میده پنهان و پیدای نظام خلقت رو بهشون نشون میده همه آمدن خدمت امام حسین همه هم حسین حسین میگفتن اما وقتی چراغ و کشید پایین عده زیادی رفتن اون چند نفری که ماندند اون چند نفر توانستند جایگاه خودشونو در عالم قیامت و برزخ چه ها ببینن چون استقامت کردن اینا وقتی استقامت میکنن تا تنزل علیهم من الملائکه ارتباط با عالم غیب برقرار میکنن الله تخافو ترسی برشون نیست و لا تهزنو حزنی برشون نیست و اب شروع الجنت اللتی کنتم تو آدوم و بینا بشارت بده به اون بهشتی که بهشون وعده میدادن ما همه اون ترس داریم که بهش بالاخره حاصل بشه یعنی بشه اما اگه این سه عنوان حاصل شد استقامت یعنی استقامت کردی وقتی استقامت کردی آیه میگه اب شروع الجنت اللتی کنتم تو عدون وعده دادن پس دینداری کار آسون نیست رفیق من ولی نماز خوندن کار آسون خیلی کار آسون یعنی در کنش تازه خودش الاهم و فالاهم میشه بعضی ها در کنش نماز رو دوست دارن ای بیگه آقا ما نماز شبی میخونیم تمام ماه رجب و شعبانم روزه بگیریم بعد همه توی پرداخت مسائل مالی مشکل پیدا میکنه آقا باید در بینش موحد بود پس باید بدونه که شرط توحید چیه باید در گرایش آخرت طلب بود پس باید بدون علائم کسانی که آخرت طلبن چند تاست باید در کنش مؤمن بود پس شما باید بدونید علامت مؤمن چند تاست ما این بحثا رو مفصل در جلسات گذشته انجامش دادیم من علامت مؤمن رو گفتم بحث کردم اینا شاخصه است شما بر اساس او خود تو محاسبه که یا کجای کاری مده ها ما میایم من نمیخوام ببینید توی این دور و زمونه توی این شرایط باید قربو صدقه شما را، اما خب چه فایده ای داره؟ من قربو صدقه شما برم ولی راه درست نباشه. فایده ای داره؟ اگه فایده ای داره بگو من همون کار اولم خب فایده ای توش نیست عزیزم. بر اساس امتیازات بنده و شما که قیامت اون نمیگذره که قیامت اون بر اساس یه واقعیت میگذره میگه این واقعیت این تا انوانه میگه این تا انوان هم سخته همین جهت است که میگن آقا جون شما در دینداری باید سرگذشته گذشتگان رو بخونی من سرگذشت یک نفر رو فقط براتون میگم اون هم بر اساسی که قرآن میگه اون اصفه شماست در سوره مبارکه احزاب آیه 21 لقد کان لکن فی رسول الله اصفتون بابا پیغمبر اصفه خوب و سرمشق خوبی برای شما هست ببینید سیر زندگی پیغمبر با دینش چجوریه اسلام در 27 رجب که آمد در سه سال اول به مخفیانه بود چون پیغمبر یار نداشت ادوده نداشت مجبور بود مخفیانه در سال سوم به آیه نازل شد و انذر اشیرت کل اغربی. تازه پیغمبر دستور پیدا که از سال سوم با خانواده یعنی قبیله بنی هاشم دین رو مطرح بکنه این مطرح کردن با اونها باعث شد در سال پنجم به صد اولین هجرت گروه مسلمان ها چون گرفت به عوشه به ریاست جناب جعفر ابن عبی طالب صلوات الله و سلام علیه شخصیت ارزنده جهان خلقت من به ایشان ارادت دارم چون بار از دوش امیر ور داشت اون روزی که دست جد ما علی ابن عبی طالب رو بستن از جلوی مسجد که رد شدن فرمود وا حمزتا وا جعفرا پناه عالم دو نفر را استحاسه میکنه وقتی ازش سوال کردن که آقا چرا این دو نفر فرمود اگه برادرم جعفر و عموم همزه بود کار اینجا نمیکشه ببین چقدر اینها میتونستن مؤثر باشن در روند دین جعفر شخصیت قابل افتخار واقعا باید افتخار کرد خوینا رفتن در حبشه توسا راجع به اسلام حرف زد مشرکین دیدن اوزا و هم ریخته تمام ریاستشون داره به هم بریزه آمدن خدمت جناب ابو طالب ابو طالب ایشان هم میکرد شخصیت ها ببینید الان این مذاکره نشون میده که ابو طالب جایگاهش نسبت به اسلام چیه اینا آمده جناب ایشان سلام خدا بر ایشان گفتن آقا این برادرزاده تو خدایان ما رو دشنام میده به آین بود پرستی عیب میگیره خردمندان ما رو صفیح مینامد پدران ما رو گمراه میدونه آقای اهوتاله یا یه چیزی بهش بگو یا یه چیزی بهش بگو بکش کنار یا تو خودتو بکش کنار وقت ما میدونیم اون یه نفر چقدر مؤثره تمام مکه اومدن به ایشون میگن یا خودتو بکش کنار یا بهش تذکر بده برای دین اینجوری باشیم موثر باشیم بارت ما امام از برداریم اینقدر نگیم میاد همه کار رو درست بکنه خب یه کاری هم ما درست بکنیم جناب ابو طالب او باشه خب حالا یه کاریش میکنیم ردشون میکنیم دیدن باز داره رشد اسلام سرساماور داره اتفاق میفته اون هم گفتن آقا تو به حرفای ما گوش ندادی ما رو جدی نگرفتی تو تکلیف خودتو با این برادر زدت مشخص کن این بخواد همینجوری پیش بره نمیشه خودتو بکش کنار ما خودمون چجوری ساکتش کنیم باهاش جنگ میکنیم جواب داد دیگه این بار جناب ابوب طالب نتونست خودش جواب مشرکین رو بده آمد محضر مبارک رسول اکرم با آینا اینجوری بگن چه باید کرد فرمون برای تهدید کردن جواب یا اما لو وزع و شمس فی یمینی خورشید رو در دست راست من قرار بده والغمر و غمر فی شمالی و ماه رو در دست چپ من قرار الا ان اترك هذا الامر که من دست از رسالتم بردارم ابدا حتی یظهره الله ادامه خواهم داد تا دین خدا پیروز شود او او حالک فیه یا من در این راه به شهادت برسم ما ترک تو هرگز دست از رسالتم من نمیدارم اصحاب امگش رفتن نیستن یه همو و است یه ده تازه مسلمانن هم قالو ربنا الله اللَّهُ سُمَّسْتَ و بعد هم ابو طالب چقدر خوشگه دوباره بیعتش شما با پیغمبر انجام داد قال اذهب یا یبن اخی برادر زاده هر کاری میخوای بکن بکن فقل ما احببت فوالله لا اسلم و که ابدا به خدا من تو رو تنها نمیذارم و تو رو تسلیم اینا نمیکنم حمایت استقامت یه نفره اونم به این معنا که بخوام بجنگم بجنگم بخوام بکشم بکشم دینداری مرزش با استقامت حمایت ابو استقامت خود رسول اکرم دینا چی آقا؟ قیمه دینی که ایستادگی توش یه در به تخته بخور و بخواد برگرده که خب این که گفتن حالا که ما تهدیدش کردیم نشد بریم حالا تطمیعش کنیم یکی از مهمترین سیاست بدارها جهان میگه هر دشمن یه قیمتی داره یعنی یه روز رفیق میشه حالا اومدن به پیغمبر پیشنهاد میکنن باز به جناب ابو طالب میگن یعنی آقا برو بگو بهش پیشنهاد کردن که ما از ثروت آنچنان در اختیار تو بزنید که بینیاز بشی بهترین زنانمون در اختیارت بیزنیم و ریاست خودمونو به تو میدیم دو بار این رو تکرار کردم سوره مبارکه کافر و جواب اونوز فرمود بهشون بگو قول یا ایوهن کافرون لا عبود او که شما میخواید که من نمیپرستم در این حال میدونم ولا انتم عابدون ما اونیم که من میپرستم شما نمیپرستم چون دو بار آمدن خدمت پیغمبر آیه دو بار تکرار شد ولا انا عابدون ما عبدتون اون چی که شما میپرستید هرگز ولا انتم عابدون ما عبدتون من هم اون که شما میپرستید نمیپرستم شما که من میپرستم نمیپرستم لکم دی کن ولی یه دیدون با کن دنبال کارتون. شما به دین خودتون منم بدینم، من اینجوری ساخته و پرداخته نشدن که به راحتی دین دست بردارم در عبادتش هم همینطوره چنان عبادت میگد که سو آیه نازل شد تا ما انزلنا نا کل قرآن به قربونت برم ما قرآن رو جون نگه تو خود دو به مشقت بندازی در بندگی این استقامت دینداری استقامت می‌خواد. پس می‌بینید چون استقامت میخواد بحث از عوامل تضعیف دین یه بحث مهمیه چی میشه که یوهو ما شانه خالی میکنیم چه اتفاقی افتاده یکی از کسانی که در این مکتب تربیت شده وجودنا عزل نعزلة زينب، صلى الله عليه وسلم